سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از حرفهای تند و جنجالی احمد ایران دوست به جهرومی. با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. طی این مدت 4 ماهی که اعتراضات سراسری در جای جای ایران و حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی به راه افتاده، هنرمندان زیادی بودند که از طریق فضای مجازی در کنار مردم موندند. آقای احمد ایران دوست یکی از این هنرمندان بوده که با گذاشتن پست ها و استوری های جنجالی از معترضین حمایت کرده. با بالا رفتن قیمت دلار و شدت گرفتن تورم در ایران نوشت کاش طرح محدودیت و صیانت روی نرخ دلار و تورم اجرا می شد. با انتشار این پست هم از وزیر اقتصاد که گفته به زودی شاهد ثبات در بازار ارز خواهیم بود نوشت بله، وقتی شد 100 تومن ثابت میشه بعد باز میره بالا. در کپشن هم نوشت خدا وکیلی قیافت به همه چیز میخوره الا وزیر اقتصاد، کدوم ثبات؟ ارز تخت گاز تا 100 میره یه نفس میکشه باز تخت گاز میره بالا، تر زدین قبول کنین. با انتشار عکسی هم از یک کارگر در کنار خیابون نوشت نمیدونم با اینکه تاریک شده هنوزم امید داره یا روی برگشتن نداره. در کپشن نوشت این عکس خیلی داغونم کرد، زن و مرد هم نداره. وقتی میای خونه زن و بچه چشمشون به دستت باشه بگه میوه بخر، بگی تموم کرده بود، نداشت، ندارم، موجودی کافی نیست. اونم توی این کشور که گنج داره، ولی دولت بی تدبیر و بی صلاحیت و رانت باز و زورگو، این آدم دیگه چیزی واسه از دست دادن نداره. تشویش از هان هم نمیشه. با توجه به بارندگی های اخیر هم نوشت از وقتی که موهای دخترا بیرونه همه جای کشور بارندگیه، الحمدلله. در استوری دیگه ای هم با انتشار این عکس نوشت وطن هتل نیست که وقتی خدماتش خوب نبود ترکش کنیم، ما اینجا خواهیم موند، ایران دوست باشیم. با انتشار این خبر و این عکس از متروپول فرو ریخته که گفته بودند مقصران به 3 سال حبس محکوم شدند نوشت طرف 60 نفر کشته، 1000 نفر بیکار کرده، 3 سال عجیجم، یعنی باید. در کپشن هم نوشت بله، 3 سال برای کشتن 60 همشهری، بابا روی هیتلر رو شما سفید کردی، عجب حکم قشنگی عجیجم، معنای محارب اینا نیستم پس منم. در استوری دیگه ای هم نوشت شما درهای مسجد رو تو این شبهای سرد به روی بنده های بی خانمان باز کنید، درهای بهشت پیشکش. در این استوری هم نوشت تا خدا نخواد نه کسی بلند میشه نه کسی زمین میخوره، هر کسی نون دلشو میخوره، تو این دنیا هر چی بریزی تو آشت میاد تو کاست، با خاموش شدن چراغ خونه هیچ کسی چراغ خونه ما پرنورتر نمیشه، پس واسه همدیگه خوب بخوایم. در این استوری هم نوشت نادان را از هر طرف بخوانی نادان است، پس با آنان بحث نکن. با کمبود گاز و اخطارهایی که برای ایرانیان میاد در مورد مصرف درست و صرفه‌جویی در مصرف گاز، با انتشار این عکس نوشت استایل خونگی مورد پسند وزیر نفت. با انتشار این عکس از این کلید هم نوشت 9 سال پیش حسن روحانی گفت این کلید گشایش همه مشکلات هست، کسی باور نکرد، الان همه مردم بالای صفحه گوشیشون رو نگاه میکنن ببینن کلید هست یا نه. با انتشار این عکس هم نوشت سال 85 این 206 رو خریدم 8 میلیون، سال 95 این موتور رو خریدم 8 میلیون، سال 1401 این فرغون رو خریدم 8 میلیون. و برای سالگرد آتش سوزی پلاسکو با انتشار این عکس نوشت روح همه دلاور مردان آتش نشانی و پلاسکو شاد.
در پستی هم با اشاره به گرفتن تیک آبی صفحه اینستاگرام ابراهیم رئیسی نوشت: تیک آبی ابراهیم رئیسی در اینستاگرام، واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند. والا من بودم تیک قهوه‌ای بهت میدادم، خداییش ریدی. بله، هزاران کسب و کار از رونق افتاد و میلیون ها نفر از نان خوردن، دیگه تیک آبی ارزشی نداره برام. اون بقیه شعر هم نمیدونم چیه، یادم رفته، میرن تو خلوت میکنن، یه همچین چیزی بود. در استوری دیگه هم نوشت: 11 میلیون نفر در 3 روز ثبت نام کردن برای محصولات ایران خودرو. عادی سازی در اصل اینه، نه اونی که از شغلش و قهوهش استوری میذاره. والا به خدا. چند وقت پیش هم علی بهادری جهرومی با انتشار این توییت نوشته بود: 35 میلیارد دلار اموال ایرانیان، 384 چمدان جواهر و الماس، 2 تاج با 5000 قطعه الماس، 50 قطعه زمرد و 368 حبه مروارید که از نظر قیمت غیر قابل تخمین است و غیره. اینها بخشی از اموالی است که دیکتاتور هنگام فرار با خود به خارج برد. امروز سالگرد مرگ سلطنت، وابستگی و وطن فروشی در ایران است. آقای ایران دوست با انتشار این استوری در پاسخ به اون توییت جهرومی نوشت: سخنگویی که فقط یه فقره از اختلاس‌های رسانه‌ای شده اربابانش 92 هزار میلیارد تومان در فولاد مبارکه معادل است با 1,250,000 قطعه الماس یک قیراطی، نباید در مورد به یغما رفتن سرمایه ملی مردم ایران یاوه بگوید. تأکید می‌کنم فقط یک فقره. آقای ایران دوست با انتشار این عکس از گشت ارشاد هم نوشت: گشت ارشاد برای همیشه تعطیل شد. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفته گشت ارشاد ربطی به قوه قضاییه ندارد. از همان جایی که در گذشته تأسیس شد، از همان جا هم تعطیل شد. قوه قضاییه نظارت‌های خود را بر کنش‌های رفتاری در سطح جامعه ادامه می‌دهد. و در کپشن نوشت: بله، چقدر آدم باید ناقص العقل باشه که اعتراضات رو ناشی از گشت ارشاد بدونه و حجاب که حق انتخاب در عراق و عربستان هم که مهد اسلام هستند اختیاریه. هفته پیش اربیل عراق بودم. موسی به دینش و عیسی به دینش. خانم مقنعه‌ای و خانم لخت در کنار هم. هیچ کس هم توجه نمی کرد. همه چشم و دل سیر. بله، مسئله هر سال بدتر از پارسال شدنه. با حجم انبوه ثروت و دارایی مملکت و به کارگیری افراد نامتخصص و صرفا با پارتی اومدن سر کار و اختلاس‌های فامیلی و راند، شما دلار رو بکن 1,000 تومان، ما گونی می‌پوشیم. اشک آدم در میاد. مادری که میاد و آشغال گوشت و پای مرغ می‌خره با خودفروشی‌های زنان و دختران که از تایلند بدتر شده به خاطر معیشت و شوگرددی‌های اجباری. متاسفم براتون. در ضمن من وثیقه ندارم. وثیقه من دل‌های شکسته زنان و مردان سرزمینم هست و اشک‌های مادران. با انتشار این عکس هم از ابراهیم رئیسی نوشت: نت ضعیفه، صدات نمیاد، بگو وصلش کنن ببینم چی میگی آخه. و در کپشن نوشت: بله بابا، نت ضعیفه، نمیفهمم چی میگی، لااقل موقع سخنرانی خودت وصلش کن. الو، صدا نمیاد. الو، خدایش رئیسی، وی پی انت چیه؟ با انتشار این عکس هم از مصطفی میرسلیم که چند وقت پیش گفته بود عوامل ناآرامی ها باید 5 تا 10 روز بعد از دستگیری اعدام بشن، نوشت: اومدم یه چیزی بهش بگم، دیدم خودشو خدا زده، دیگه از این کریه المنظرتر و بدتر مگه داریم؟ بیا پایین بابا. و در کپشن نوشت: بله آقای میرحلیم، 5 تا 10 روز هم خوبه بابا چنگیز خان، یه چند صد هزار کیلومتر بعد بری اونورتر کچل، زمان هم چند صد هزار سال عقب‌تر. بابا بیا سر کوچمون، بدم واسط مو بکارن از دم قسط. خدا رحمت کنه آیت الله خلخالی رو نبود ببینه. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.